سلام و وقت بخیر. بریم سراغ یکی از برنامه‌های اسکار از سینما کلوت. توی این برنامه قراره بهترین بازیگرای زن سال 2022 رو با هم دیگه بررسی کنیم. اونایی که تو لیست نامزده اسکار اون سال بودن، به ویژه دو برنده اصلی. امیدوارم پای من تا انتهای این برنامه رو بیاین. قبل از اینکه بریم سراغ معرفی بهترین بازیگرای نقش اصلی و فرعی اون سال، اول ازتون میخوام که چنل رو سابسکرایب کنین. ضمن اینکه ممنون میشم اگر با لایک و کامنت از پست حمایت کنین. با زدن دکمه زنگوله از بقیه ویدیوهای چنل هم عقب نمیمونین. اول بریم سراغ نامزدهای بهترین بازیگر نقش مکمل زن. Here are the nominees for performance by an actress in a supporting role. انتهای لیست خانم آنژن و آلیس قرار داشت. نامی کم آوازه. Passion. Evil desire, covetousness. بیشتر موفقیت بازیگری او قبل از فیلم شاه ریچارد چند نامزدی برای بازی در سریال‌های تلویزیونی بود، اما با بازی در نقش مربی خواهران ویلیامز، قهرمان‌های افسانه‌ای دنیای تنیس، توی این فیلم خودش رو تا نامزدی اسکار نقش مکمل زن بالا کشید و میتونست توی 53 سالگی شب آرزوهای خودش رو کامل کنه و خب نشد که بشه. Kirsten Dunst, The Power of the Dog. اما یکی از نامزدهای سرشناس جایزه خانم کیرستن دانست بود. او را با نقش آفرینی در مرد عنکبوتی و فیلم ویمبلدون میشناسیم. جالبه که این اولین نامزدی اسکار دانست بود، بازیگری که برای فیلم مالی خولیا ساخته لارس فون تریه جایزه بهترین بازیگر کن رو هم گرفته، ولی تا به حال از طرف آکادمی اسکار چندان جدی گرفته نشده بود. کیرستن دانست برای بازی در نقش روز توی فیلم قدرت سگ این شانس رو داشت که بالاخره با چراغ سبز اعضای آکادمی آواردز اسمش در میون برندگان اسکار هم ثبت شه و خب برای اون هم شب به اون خوبی که انتظار داشت به پایان نرسید. نفر بعدی لیست دیم جودی دنچه. جودی دنچ، بلفاست. او که یکی از اسکاراش رو برای بازی در نقش ملکه الیزابت اول توی فیلم شکسپیر عاشق گرفته، این بار برای بازی در نقش مادر بزرگ توی فیلم بلفاست کاندیدای این جایزه شده بود. فیلمی که در میون جنگ‌های خیابونی بلفاست در ایرلند شمالی میگذره و یه خانواده پروتستان رو در نهایت به گریختن از این شهر به سوی انگلستان مجاب میکنه. اما خب جودی دنچ هم نتونست به سومین اسکارش برسه. بوکلی هم خیلی به اسکار 2022 نزدیک شده بود. جسی بوکلی، The Lost Daughter. بعد از نقش آفرینی های کوتاه بلند و البته بازی خیره کنندش توی درام من به پایان دادن چیزها فکر میکنم، اون شب به قدم زدن توی تالار افتخارات فکر میکرد. بازی بوکلی در درام دختر گم شده در کنار اولیویا کولمن بازیگر برنده اسکار و داکوتا جانسون که بیشتر به فیلم‌های 50 سایه خاکستری میشناسیمش، بوکلی رو خیلی به این افتخار نزدیک کرده بود. اما خب هنوز مونده تا چنین شانسی در خونش رو بزنه. با این همه شاید کمتر کسی فکرشو میکرد که آریانا دبوسی برنده اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن 2022 بشه. آریانا دبوز، West Side Story. اونم برای نقش آفرینی توی موزیکال West Side Story. اما خب بازی تو نقش آنیتا، خواهر بزرگه ماریا، اگرچه توی فیلم پایان خوشی رو رقم نزد، اما برای دبوسی یه شب فوق‌العاده رو ساخت و این بازیگر 31 ساله رو در مسیری طلایی قرار داد. دبوسی امسال توی فیلمی حضور نداشته، اما به زودی او رو در یکی از جدیدترین محصولات مارول خواهیم دید. در فیلم سوپر هیروی کراون شکارچی او در نقش دختری به نام ماریا بازی خواهد کرد. This is the first Oscar and nomination for Ariana DeBose. Yikes! Okay! You know what?
What is this? You know what? Now you see why. Dreams do come true. And that's really a heartening thing right now. And thank you all. خب بریم بخش جذابتر برنامه، یعنی برنده اسکار بهترین بازیگر نقش اصلی زن. And here are the nominees for performance by an actress in the leading role. اونجا هم رقابت بین 5 بازیگر بسیار شناخته شده بود. بریم نگاهی بندازیم به لیست نامزدها و البته برنده نهایی جایزه. Kristen Stewart Spencer. کریستیان استوارت برای نخستین بار خودش رو در میون نامزدهای اسکار میدید. کریستیان استوارت رو بیشتر برای توایلایت و سفید برفی میشناسیم. او به حال بعد از بازی توی فیلم‌های اکشن و نوسانات زیاد زندگی خصوصیش به فیلم‌های روانشناختی و اجتماعی تر رو آورد تا بالاخره تو سال 2022 خودش رو به عنوان یکی از نامزدهای اسکار در مرکز توجهات ببینه. البته که بازی در نقش دایانا هم نتونست برای استوارت اسکار رو به دنبال داشته باشه، اما به هر حال یه تحول مهم تو زندگی بازیگریش حساب میشه، به شرطی که یه اتفاق کوتاه مدت نباشه. عوضش نیکول کیدمن برای 5 بار نامزد دریافت اسکار بود. نیکول کیدمن being the Ricardos. او که البته در سال 2005 برای فیلم ساعت‌ها این جایزه را برده بود، این بار برای بازی در درام زندگی نامه ریکاردو بودن ساخته آرون سوروکین انتظار داشت که دومین اسکارش رو به خونه ببره، کما اینکه جایزه گلدن گلوب رو برای این نقش گرفته بود و تا حدودی حد زده میشد که مجسمه طلایی اسکار تو مشتشه، ولی خب برای دومین اسکارش باید همچنان صبوری کنه. پنلوپه کروز، بازیگر سرشناس و اسپانیایی سینمای جهان، هم برای 4 بار نامزد دریافت جایزه اسکار بود. پنلوپه کروز، پارلل مادرز. کروز یه بار برای فیلم ویکی کریستینا بارسلونا ساخته وودی آلن اسکار نقش مکمل زن رو گرفته. این دومین بار بود که برای نقش اصلی کاندیدا میشد، اونم برای درام مادران موازی ساخته پدرو آلمادوار. داستان زنیه که از رابطه با یه آقای متأهل باستانشناس باردار میشه و برخلاف میل آقا بچه رو نگه میداره، اما بعد از تولد بچه و مرخص شدن از بیمارستان توی یک آزمایش میفهمن که سیسیلیا در اصل بچه اون نیست و گویا بچه او و آنا، زنی که تو تخت کناریش بستری بوده، با هم عوض شدن. فیلم جذابیه، اما خب به دومین اسکار پنلوپه کروز منجر نشد. لیویا کولمن، The Lost Daughter. لیویا کولمن، ستاره درخشان این سالهای سینما، هم از دیگر نامزدهای اسکار نقش اصلی زن بود. کولمن که در سال 2019 برای نقش ملکه آن اسکار رو به چنگ آورده بود و در اسکار 2021 نتونست با فیلم پدر جایزه رو برنده شه، بار دیگه برای دومین اسکارش خیز بلندی برداشته بود. کولمن در کنار جودی بوکلی برای بازی در فیلم دختر گم شده نامزد اسکار بودن و خب هر دو شب پر التهابی پشت هم میذاشتن، اما دختر گم شده برای هیچ کدومشون ثمره نداشت و هر دو دست خالی تالار رو ترک کردن. اما شب طلایی برای خنده های درخشان جسیکا چیستن در نقش تامی فی رقم خورد. سومین نامزدی اسکار او بالاخره براش خوشیوم بود و بازی درخشانش در فیلم چشمان تامی فی او رو بر قله افتخاراتش نشوند. فیلم درباره زندگی زن جوونیه که با یکی شیش ازدواج میکنه. اونها یه برنامه تلویزیونی راه میندازن و این برنامه تلویزیونی از تامی فی یه ستاره میسازه، اما خبر نداره که پشت پرده این شهرت چه اتفاقاتی در حال وقوعه. خنده های جسیکا چیستن در این فیلم برجسته تر از قبل به چشم میاد و به شخصیت همیشه خندان تامی فی هم خیلی اومده.
اگرچه تم کلیسایی و مذهبی فیلم یه جاهایی خیلی تو مخ و اذیت میکنه، ولی خب قطعا به تماشاش میارزه. I want to put my arm around you. And I want to put my arms around you, Tammy Faye. And third nomination for Jessica Chastain. Your guys' names, because I love you. Kristen, Nicole, Penelope, Olivia. I love you guys so much. And to be... امیدوارم تماشای این سری برنامه رو دوست داشته باشین و منم قول میدم که با اسکاریا کنارتون بمونم. سابسکرایب، لایک و کامنت فراموش نشه.